ChatGPT 4 معرفی شد. خب قراره تو این ویدیو به این مسئله بپردازیم. ChatGPT 4o چه قابلیت‌های جدیدی داره و چرا انقدر جهانیان دارن راجع بهش صحبت میکنن؟ با تشکر از فیلمبردار محترمم آقا پارسا که ورجورد جای منو تحمل میکنه. خب اول بیایم به این سوال جواب بدیم که ChatGPT 4o چی داره جدیدتر از نسخه قبلی. مورد اول، برای ورود بهش هیچ ساین اپی نیاز نداریم. باحال بود نه؟ اپشو دانلود میکنی، میزنی استفاده میکنی، اصلا نیاز نیست دیگه اکانت بسازی. مورد دوم، نسخه دسکتاپ هم داره. خب ممکنه بگی به چه دردی میخوره؟ یه دقیقه برات میگم. 4o الان میتونه متن، تصویر و صدا رو تحلیل کنه. نکته مهمش اینه که در گذشته ما قابلیت وایس مود رو دیده بودیم، حالتی که تو میتونستی با GPT صحبت کنی اما دیلی داشت. خب این دیلی خیلی بد بود. تو مثلا یه سوالی ازش میپرسیدی، بعد این شکلی 2000 years later وای میسادی تا اون مثلا به جواب بده. اما الان ریل تایم جوابتو میده. همین دیگه، ریل تایم. امروز 25 ساعت 3:37 که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم هنوز در دسترس نیست. گفتن چند هفته دیگه در دسترس قرار میگیره. خب چطوری میتونیم ازش استفاده کنیم؟ واسه دسکتاپش، چه کامپیوتر، چه مک او اس اپلیکیشن داره، اندروید و آی او اس هم اپلیکیشن داره، استفاده میکنین، یوز میکنین. حالا چی کارا میشه باهاش کرد؟ بریم راجع به صحبت کنیم. این دقیقاً همون هوش مصنوعی قبلی رو داره. یعنی ChatGPT 4 اگر تجربه کرده، من خودم نکردم، این دقیقاً همون هوش رو داره، ولی نکتهش اینه که سریع‌تر شده. نکته دومش اینه که رایگان شده. حالا این که میگیم درک متن، تصویر و صدا داره به چه دردی میخوره؟ تصور بکنید که طبق آن چیزی که در ویدیو مشاهده میکنید شما مسئله ریاضی بهش میدین، این مسئله ریاضی رو نگاه میکنه و بهت میگه چطوری باید حلش کنی، یا جوابش از همون ثانیه اول چی میشه. بعد نکته خفن این هوش مصنوعی لحن و احساساتشه. چیزی که در گذشته تو هوش مصنوعی اذیتمون میکرد این بود که آقا این اصلا لحنی نداشت، همه چی رو به یه حال میگفت، میگفتی فلانی یه داستان مثلا تعریف میکنی، داستان برات تعریف میکنه اما یه لحن داشت. این میتونه داستان رو برات حماسی تعریف بکنه آنجوری که تو لذت ببری، یا اینی که خیلی ساده و عادی یا به صورت رباتیک برات تعریف بکنه. همه چی در اختیار توه، ازش چی میخوای. حالا نکته باحالش میدونی چیه؟ اینی که میخوان براش API هم معرفی بکنن، یعنی به صورت API هم معرفیش کنن، و این موجب میشه که در GPT استور دیولوپرها بیان نسخه شخصی سازی شدهش رو کار بکنن. نسخه شخصی سازی شده یعنی چی؟ مثلا اگر تو فکر اینی خب با این میشه مثلا لاس زد، اوکی این خیلی خارج از موشنه، احساسات خاصی نداره، باید هر دفعه ازش بخوای. ولی تصور بکن یه دیولوپر میاد نسخه ایموشنالش رو میسازه و کارش ارتباطات حسی گرفتنه، احساسات داشتنه. یا مثلا دوست داری سکشوال باشه داستان، برات دیولوپر میره نسخه سکشوال میسازه، داستان میو تلفنی و اینجور داستانا. خب خفنه نه؟ بعد ممکنه با خود سوال بشه که اینو چرا رایگانه. آها ببین، اینا خودشون دارن میگن که ما اینا رایگان دادیم بیرون که بتونیم بعداً با شرکت‌های دیگه پیرش کنیم. مثال سادهش میدونی چیه؟ مثال مستندش میدونی چیه؟ همکاری با اپل. اوپن ای آی چند وقت پیش به صورت رسمی اعلام کرد من دارم با اپل همکاری میکنم، و عکسش هم اتفاق افتاد، اپل هم گفت من دارم همکاری میکنم. و این میدونی یعنی چی؟ یعنی سیری لامصبی که تو آیفونته میتونه هوشمندانه دیگه جواب تو بده. سوال ازش میپرسه میگه من نمیدونم راجع به چی حرف میزنی، نداره، همه چی جواب میده و در آن واحد جواب میده. همه چی آنی جواب میده. فقط کافیه اینترنتت خوب باشه، یعنی اون دیتایی که داری بهش میدی آنی بهش برسه، وایس، تصویر یا عکس و متن. حالا نکته باحالش تو اپ ویندوزش میدونی چیه؟ اینه که یه گزینه اسکرین شیر داره، میزنه و هر چیزی که میبینه رو تحلیل میکنه.
یا مثلا یه عالم کد نوشته، چند مثلا 15 خط کد نوشته، کپی پیست میکنه بهش میده و این تحلیل میکنه، میگه که کدت اوکی کار میکنه، بعد میگه فلان فانکشنی که تو کدم تعریف کردم به چه دردی میخوره، این میاد برای شهر میده به چه دردی میخوره، یا بعد میارش پایینتر اسکرین شیر میکنه واسهش در یک رابط گرافیکی و رابط کاربری بسیار ساده ها، اسکرین شیر میکنه واسهش، تحلیل چارت میکنه. میدونی تحلیل چارت یعنی چی؟ یعنی تو تریدر که داری از این استفاده میکنی، چارت رو بهش میدی، خودش تحلیل میکنه، بعد بهش میگی که ببین تو میتونی بری دیتای این لینک ها رو هم کرال بکنی، بعدش بیای این چارت رو تحلیل بکنی. خزان کردی؟ حالا یه فرضیه دیگه هست که چرا اینا این رایگان دارن در اختیار ما قرار میدن، به خاطر اینکه من ذوق بکنم راجبش ویدیو بسازم، تو هم پاشی بری ازش استفاده بکنی، و چی میشه؟ ما ترینش داریم میکنیم. استراتژی مارکتینگ رو داشتی؟ همین الانش بیش از 100 میلیون کاربر داره جی پی تی، اما خیلی هاشون ازش استفاده نمی کنن چون هوشمند خیلی نیست، کنده. مثلا جی پی تی 3.5 که رایگانه، آخرین آپدیتش مال سپتامبر 2022ه اگر ماهش رو اشتباه نگم، الان این بروزه، سریعه، هوشمنده و قدرت تحلیل و احساسات داره. نکته باحالش اینه که رایگان در اختیار توه. خب طبیعتاً کاربرش از 100 میلیون میشه 200 میلیون. 100 میلیون یوزر با 100 میلیون فرهنگ و قدرت تخیل مختلف و نیازهای مختلف میشینن اینو ترین میکنن. برای همین رایگانه. البته که اونایی هم که بخوام پولیشو استفاده بکنن میتونن، فقط مسئلهش اینه که 5 برابر، یعنی تفاوتش در اینه که 5 برابر سقف محدودیتشون بزرگتره. دیرتر به انتهای حجم استفاده از این جی پی تی میرسن. حالا میشه باهاش چیکار کرد؟ طرف میاد تصویر خودشو بهش نشون میده، میگه به نظرت من چه احساساتی رو الان دارم؟ میگه داری میخندی، میگه خیلی سرزنده ای، مشخصا روز بسیار خوبی داشتی، میگه آره به خاطر اینکه دارم راجع به تو حرف میزنم، و این جی پی تی در جوابش ذوق میکنه، میگه واقعا مرسی. حالا این وایس مود دقیقا داره چطوری کار میکنه؟ سه قابلیت رو از سه مدل هوش مصنوعی آوردن دادن به این. یک، قابلیت ترانسکریپشن، یعنی اینه که صوت رو به متن تبدیل کنه. اینتلیجنس، هوش رو بهش اضافه کردن که متن رو بتونه تحلیل بکنه، و در نهایت تکست تو اسپیچ، متن رو بتونه به صوت دوباره تبدیل بکنه. اما نکته خفنش اینه که با استفاده از جی پی یو آی خفن انویدیا، یه پدر بیامرز داره این کارو نیتیو انجام میده، یا به اصطلاح ریل تایم داره انجام میده، یا به اصطلاح در لحظه داره انجام میده. فقط کافیه تو دیتات انقدر سریع باشه، آپلودت انقدر سریع باشه، سریع دیتات برسه بهش. Isn't it cool? Seriously، خفن نیست؟ آدم واقعا خزان نمیکنه؟ اپلیکیشن چرا؟ بشین با جی پی تی 4 او کار کن. مثلا بریم راجع به وایس مودش دوباره صحبت بکنیم. میگه که باهاش صحبت میکنه، میگه فلانی من یکم استرس دارم، یه کمک بهم میکنی حالم بهتر شه؟ میگه خب نفس عمیق بکش. میگه نه بابا، این نفس عمیق کشیدن که خیلی چیز ساده ایه، سرچ ساده تو گوگل هممون هم اینو میدونیم. میگه که خب من نفس میکشم، تو ببین من دارم درست نفس میکشم یا نه. و طرف مثلا نفس میزنه، و بعد بهش چی میگه؟ جی پی تی بهش میخنده، میگه یواش چته، آروم باش، تحلیل میکنه صداشو، و بعد در انتها بهش میگه که این شکلی نفس بکش. نکته باحالش اینه که تو میتونی در آن واحد اینترابتش کنی، یعنی داره حرف میزنه بپر تو حرفش، حرف بعدی رو بزن، آنی جواب تو میده. That's amazing bro. حالا اینا خودشون زمان معرفیش داشتن میگفتن که ما در وایس مود یه چالش خیلی بزرگ داشتیم. مثل چی؟ مثلا نویز شهری. حالا شانس ما باز میکنه اصلا نویز شهری نیست. هست نویز شهری، بک‌گراند نویز. مثلا دو نفر توی کافه میخوان از وایس ترنسلیتر استفاده بکنن، کافه خب خیلی شلوغه، هم همه خیلی زیاده، بعد من یه چیزی میگم تو میپری وسط کلامم. اینا تماما چالش هایی بود برای وایس مود که بتونه تحلیل درستی از مکالمات داشته باشه، ولی الان خیلی دقیق و درسته. ولی یه چیزی اصلاح بکنم، دقیق و درست خیلی نیست. توی همون لایو دمویی که ازش نشون دادن، این چندین بار باگ میزد.
یعنی هنوز نتونستن دقیقاً مکالمات دو نفر رو آنالایز کنن، جدا کنن از تمام صداهای اضافه. مثلا مثل این میمونه، من دارم با چت جی پی تی الان صحبت میکنم، بعد یهو رپ رپ میزنم، حرفو اشتباه بیان میکنم. اینو نباید تشخیص بده، بفهمه که من دارم اشتباه بیان میکنم. میدونی اینم یکی دیگه از چالشاشونه. حالا قابلیت ترجمه در آن واحدش چطوریه؟ 52 تا زبان پشتیبانی میکنه با کیفیت بیشتر و سرعت بیشتر از قبل در تحلیل اون داده ها. میاد مترجم رو فعال میکنه، انگلیسی به ایتالیایی و ایتالیایی به انگلیسی، کامل همه چیو جواب میده. و نکته باحال اینه زمانی که ازش میخواد که بیاد به ایتالیایی ترجمه بکنه، در جوابش میگه پرفکتو، یعنی ایتالیایی جوابشو میده، یعنی داره نمک میریزه، خیلی خفنه. یه یعنی نکته خیلی خفنه دیگهش در بخش تحلیل تصویرش، میخواست بهش مسئله ریاضی بده که حل کنه. دوربین روی کفه تصویر بود، اصلا هیچی نشون نمیداد. بعد گفت آن دارم مسئله رو میبینم. گفت نه آرومت بگیره، هنوز مسئله رو بهت نشون ندادم. واکنشش این بود که خیلی هیجان زده شدم. یعنی خودش فهمید که اشتباه کرده. نکته باحالترش اینه که زمانی که مسئله رو بهش داد، واکنشش این بود مسئله پس اینه. یعنی یادشه که قبلا اشتباه کرده. نکته بعدی که بهش اضافه شده حافظه است. قبلا وقتی با چت جی پی تی اینا کار میکردی، مشکلشون این بود که اینا حافظه نداشتن، کانتینیوسلی نمیتونستی راجع به موضوع صحبت بکنی، کنستنتلی نمیتونستی صحبت بکنی، یادش میرفت داری راجع به چی حرف میزنی. الان مثلا هم رفع شده، حافظه داره. قشنگ میشه فیلم هر رو درش دید. البته تو سوشال هم کاملا این شکلی راجع بهش ترند صحبت میکردم. فیلم هر عیناً دقیقاً همین چت جی پی تی 4 بود. حالا این خلاصه از کل اتفاقاتی بود که در لایو دمو جی پی تی، در معرفی جی پی تی 4 افتاد. یه ویدیوی تحلیلی هم از اینکه آینده این هوش مصنوعی چی میشه در قالب یه تاک شو میخوام براتون درست بکنم که مهمانش بسیار دوست داشتنیه و همه شماها میشناسینش. منتظر اپیزود تحلیلی این همه خدمات خفن باشید. اگر حال هوای ویدیو رو دوست داشتین هم برام کامنت کنین، مهم نظر شما. ماچ به کله همتون. خلاص.